کشش کارمورد و دوستان، من امروز برای اولین بار به شبکه تماس گرفتم. من حدودش یک ماه دارم برنامهاتون رو نگاه میکنم و تقریبا 6 ماه پیش تصمیم گرفتم که بیام سمت ایسا، بیام سمت جایی که صداقت داره، جایی که ریا نداره، جایی که تزویر نداره، جایی که میتونم به خودم نزدیکتر باشم، جایی که الان هستم واقعا نمیتونم بهش برسم. یعنی تو اون مسیری که هستم نمیتونم، چون اون جایی که هستم پر از ریاه، پر از تزویره، پر از کاره ظاهریه، پر از روحانیونی که فقط حرف از دین میزنن، کسی عمل نمی کنه. و من با خواهر مریم صحبت کردم، قرار شد که برم کتاب مقدس رو بگیرم. فقط تماس گرفتم ازتون بخوام که برام دعا کنید، برام دعا کنید که بتونم توی داری که میخوام قدم بذارم موفق باشم. آمین. بله دعا میکنیم. نمیدونم چی باید بگم. همین دیگه، همین جان، همینه، تو همینه. خداوند تو رو، خداوند تو رو تو اون محیط قرار داده. اولا بدون که تو اون هر چقدر تاریکی بیشتر باشه، نور ما بیشتر به چشم میخوره. و در همون محیطی که میگی، رفتار و گفتار تو، روحیه تو، طوری که با دیگران برخورد میکنی، طوری که محبت میکنی، کاملا تو چشم میخوره. هر چقدر دروغ و تاریکی بیشتر باشه، نور بیشتر تو چشم میخوره. دعا میکنم برات حمید جان، همین الان از روح خدا پرشی، قدرت خدا بر تو بیاد که بتونی در زمان مناسب برای او بیستی. وقتی به تو بدی میکنند تو نیکویی بکنی، وقتی جفا میرسونن، وقتی لعنت میکنن برکت بدی. این قدرت خداست در تو، همین الان اینو بگیر. وقتی که به تو دروغ میگن با راستی پیش بری، روشهای اونها رو دنبال نکنی و تو در اون محیطی که هستی در پاکی و راستی راه خواهی رفت و در اون محیط معروف خواهی شد، معتمد محل خواهی شد به نام عیسی مسیح. مردم به تو اعتماد خواهند کرد، اعتماد خواهند کرد و در اون محل تو مشهور خواهی شد. حالا سر کار هست، تو محلتون هست، خداوند میگه نام تو رو بلند میکنم، تو با من راه برو، در پاکی و راستی راه برو، تو در همون محیطی که هستی نور و نمک خواهی بود. آمین. هللویا. گرفتی؟ ممنونم برادر هرمز. همین جان گرفتی؟ بله بله. هللویا. با تو جان دلم گرفتم. آمین. مال توست. خدا رو شکر. دوستت دارم، دوستت دارم. بازم تماس میگیرم. بله. افتخار به این میدین که منو تو جمع خودتون پیدا هستی، هستی، هستی. آمین. خانواده هفت هستی.